که در دیدار شرکت کنندگان مسابقه قرآن ایشون سخنانی ای رو مطرح کردن دوباره و گفتم یه بخشی از این سخنانشون البته نزدیک 20 دقیقه ایشون تلاوت فرمودن 20 دقیقه شروور تلاوت کردن پنج... چه... چهار تا بخش چهار تا بخشش برام جالب بود کوتاه زیادم وقتتون رو نمیگیرم یکی دقیقه هفت بود البته دو تا بخش اولش مربوط به قرآن میشه و بخش دو... بخش سوم و چهارم مربوط به غزه میشه بخش اول دومی که من جدا کردم یکی در مورد قرآن گوش کنیم در قرآن موجوده چه معارفی که مورد نیازه بشر به عنوان فرد است چه معارفی که مورد نیاز بشر است به عنوان جامعه بشری okay. علم و در نجوا بلاغه این عبارتی که خوندیم یعنی برآورنده نیازهای همه بشر همه آینده علم و بله میگه قرآن این نیاز چیز میکنه تمام نیازهای بشر را رفت میکنه این قرآن قرآنی که سر تا پا محملات هست <applause> واقعا معجزه است میشه کتاب اینقدر چرند بگه و یه <applause> میلیارد و نیم قبولش داشته باشن این که بلام تا یه میلیارد و نیم جاری این همه نسل رفته اومده دیگه این از این نظر مثلا شاهکاره تو یک چرت و پرتی بگی مخاطب داشته باشی به هر داره میگه که این کتاب همه نیازهای بشر رو چیز میکنه مثلا پزشکی رو من نمیدونم الان مثلا برق رو تو قرآن مثلا احتمالا پیدا کردن آیه چیز یا هواپیمایی که الان اختراع شد مثلا احتمالا این از قرآن پیدا شده تلفن گوشی موبایل اینا چیزایی که از تو قرآن خوندن آقایون غربی و به اینا که بخش قابل توجهی از این پیشرفت های تکنولوژی بالاخره بخوایم نخوایم از دنیای غرب دیگه امروز پیشرفت حالا شاید مادر خیلی از این علمها قطعا مال ما ایرانیا بوده چون ما اگه یاد قبلا اینو بهتون گفتم ببینید ما تمام دانشها رو در دو دوره در روی اوستا آوردیم یکی در دوره هخامنشی یکی در دوره ساسانیه در دوره هخامنشی رو دوازده هزار پوست گاو تمام دانشنامه نوشته شده اوستا 23 بخش بوده از این بیسته. یعنی اصلا اوستا ما میگی فکر میکنن یه کتابیه به مانند قرآن چرن به مانند تورات و انجیل و اینا فقط داستانهای ور رو داستان داره خیلی ممنون واردان اما اوستای ایرانیان میگم ایرانیان نمیگم زرتوش دقت کنید اوستای ایرانیان دانشنامه بوده پنج بخشش داستانهای مذهبی و دینی و شروورایی رایی که مثلا حالا مثلا توی قرآن و اینا داریم که اون پنج بخش رو بذاریم کنار مابقی بخش مابقی یعنی دانشنامه آن روز بوده به مانند علم مثلا پزشکی علم اخترشناسی همه اینا تو اوستا بوده رو 12000 هزار پوست گاو نوشته شده بوده در دو نسخه ما در دوران حقامنشی این اوستا رو داریم که یک نسخه از اینو اسکندر میسوزونه نسخه دیگر رو میده به عرستو و عرستو میبره و اینا رو در حقیقت پالایش میکنن و میگن اوستای اصلی امروز در زیرزمین واتیکان روم نگهداری میشه یعنی این چیزیه که امروز گفته میشه حالا در دوره دوم که دوباره این دانشنامه جمع میشه در دوران اشکانی توسط بلاش دوم گفته میشه که حالا یه کارایی میشه تا میرسیم در دوران ساسانی که اردشیر پاپکان بلند میشه و رستاخیز میکنه و حکومت ساسانی رو شکل میده تا میرسیم به موبه تنسر یعنی کسی که اقدام میکنه که این اوستا رو دوباره بتونه جمع آوری کنن علمش رو شروع کنن یکی از پایگذاران موبد تنسره بعد موبد آذرپاده و این همینجوری میایم جلو تا میگه آره موبد تنسر شروع میکنه بعدش هم که دیگه از موبد آذرپاد و اینا بعد دیگه میرسه به موبد کرتیر که دیگه اون خیلی خورده موبت کرتیر یه مقدار چیز هم بوده متاسم هم بوده اینا و اوستا رو جمع میکنه یعنی اوستا دانشنامه است ما میتونیم بگیم تکنولوژی که دنیای غرب به دست آورده مادر این تکنولوژی مادر علم در دنیای غرب همون اوستاییه که در دوران اسکندر آقای عرسو اینو میبره ترجمه میکنن و امروز گفته میشه که در زیر زمین واتیکان من خودم واتیکان رفتم اتفاقا پاپ هم اومده بود اونجا توی اون حیات بزرگ که مثلا دست کن بده برای هواداراش و اینا و دیدم فکر کنم عکسم گرفتم تو تلگرامم گذاشتم 4 پنج سال پیش که سال 2000 ه اگر اشتباه نکنم بله 2018 بود یا 2017 ایتالیا بودم و واتیکان هم رفتم حالا نکته اینه که اما این تکنولوژی نوینی که الان دست ماست مثل مثلا مثل مثل برق و موبایل و اینا اینا رو همه رو دنیای غرب ایجاد کرده دیگه حالا از آقای خامنه ای دارم میپرسم قربونت برم مثلا تو قرآن مثلا آقای گراهام بل میخواد تلفن درست کنه اینا مثلا چی چ... کار می ادیسون میخواسته مثلا برق درست کنه اینا چیکار میگردن مثلا رفتن قرآن خوندن اینا چی چیز کردن نیاز بشریت الان همون میکروفونیه که تو داری زر میزنی که صدات قشنگ پخش بشه مثلا از توی قرآن چه جوری میتونسته مخترع میکروفون میکروفون تولید کنه این رو خواهشم به ما یه خود روشنگری کنیم مثلا این قرآن آیا کلمه ای داره به درد زندگی ما بخوره بنده ببینید بچه ها اینا که دیگه خلدشون رو باختن و قرآن و این چرتا پرتا رو کاری ندارم بچه 18 19 ساله ای که تو ایران داری برنامه منو بینی خیلی هاتون هم پیام میدید بهتون میگم به عزیزترین کسانم قرآن صفر تا 100 مزخرف خالصه 6236 تا آیه است آیه و آیه هم برو بخون یک کلمه از مقص توش نیست تهش کلماتی که هست در باب زیر ناف و دیگه قسمت های پایین و سوراخ مراخ هیچ چیز دیگه ای که از این بخش بدن باشه توش نیست کل قرآن چرند است مرسی آقای شابی بابت استیکر حتی توصیه اخلاقی هم نداره قرآن این هم یادتون باشه سخنانی ضد اخلاقی داره به مانند سوره نسا یعنی سخنانی هم که مطرح میکنه حتی در آیات مکی که هنوز خلق و خوی شمشیر و جنگ و نداشته آقای محمد هشتا دکسور مکی شما جایی پیدا نمی کنی که بگه بکش میدونی چرا؟ چون جرعتش رو نداشت بگه بکش قدرت نظامی نداشت آدم پوفیوز دیگه مثل خمینی که در نافل شاتو نشسته بود میگفت قدرت نمیخوام دقیقا از همون جنس مگه میشه تا 88 تا سوره ابتدا بگی توش هیچ جا نگی بگو, بگو بکش یا قتل فی سبیل الله کلا تو باش غریبه بودی چطور از زمانی که قدرت نظامی دو قوم خزرج و اوس پشتت میاد عبدالله بن ابی و سعد بن معاذ در کنار مهاجرین یعنی فراری ها حالا شما به خودتون میگی مهاجر ما بهتون میگیم فراری در کنار فراریایی که از تو مکه اومدن پشتت وایسادن آدم کشیاتون شروع شد دیگه تونتون این خدای پوفیوز یا قتلون فی سبیل الله صادر میکرد سوره ماعده نا... چیز میکرد نازل میکرد قربونش برم سوره توبه که دیگه از اول تا آخر میگه بکش دیگه بسم الله الرحمن الرحیم جو که داستانم دیگه نیاز نبوده بگه پس بنابر این جوونای ما بدونن قرآن سر تا سر محملاته و این پوفیوز داره چرر میگه قرآن خوبه آی خامنه ای خودت اونجا نشستی هوادارات جلو تام 57 قر کشاری که قرآن قبول دارن مسلمونن یکیشون نام ببر که آدم شده باشن هر کدوم هم که دارن به مرز آدمیت میرسن شریعت زدایی و قرآن زدایی دارن میکنن همچون عربستان آقای محمد بن سلمان خردی هستش توف کنه ای خامنه ای قربتون برم تمام ادواری که بشر در این کره خاکی زندگی میکند قرآن نیازهای بشر رو در همه این ادوار تأمین میکنه و پاسخ میده به خدای ایران قسم اگر بشر در تمام این ادواری که زندگی کرده میشاشید به قرآن و البته در نگاه کلیتش به ادیان ابراهیمی وضعیتش خیلی بهتر بود خیلی بهتر بود خیلی با آرامش زندگی میکرد مردم ایران هم تا زمانی که قرآن های خونتون رو ننداختید و روش به آیه به آیش نشاشیدی وضعیتتون همینه اگر می‌خواید به سمت پیشرفت برید فقط راه شاشیدن به قرآنه علم و یعنی آره من میگه همه ادوار میدونن که قرآن تمام نیا... همه میدونن مثل سام درخشانی که تو سریال پژمان میگفت همه میدونن همه میدونن قرآن خیلی خوب بوده باش دوای درد هاست درد های بزرگ بشری آفرین دوای, دوای, دوای درد ها نیست عامل درد هاست والا شما نمید. از دل این قرآن چقدر آدم ادمو کشته شدن این خانم فرخونده تو افغانستان یادتون رفته ده سال پیش تفلک یه خوردم بند خدا زن ساده ای بود اینا اصلا حالیش نبود گفتن قرآن سوزونده بعد من یه کاغذی بود دیگه من شاشیدم تو قرآن شما افغانیای عزیزم بعد اومدن این دختر رو بیچاره رو سو زنده زنده سوزوندن سو سو کتکش زدن فرخونده رو زنده زنده سوزوندن چرا چون گفتن که قرآن آتیک زده آقا من ریدم تو اون قرآنت زده که زده تو یه انسان آتیک زدی که گفتی قرآن آتیک زده بله آقای خامنهی قرآن دوای دردها نه 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 عامل درد عامل درد فرخنده بود عامل درد همین جوانای ماست که به جرم توهین به قرآن چند تا رو اعدام کردید تا به امروز همین دو تا جوون و اخیر که به خاطر سب النبی و توهین به قرآن و اینا اعدام کردید عامل درد هاست عامل درد هاست نه دوای درد ها و نظم ما کم نظام اجتماعی الشاشیدم و بیکمان ان ذالک شاشیدم به قرانت این بعد خیلی جا بیفته جایز است جایز است که شما به این قرآن قشنگ تر بزنید ارتباطات ب... بشری ارتباطات جوامع و ارتباطات بشری که قرآن خیلی خوب توضیح داده هر جا آیه پنج سوره توبه هر جا مشرکین را یافتی به قتل برسانید اما اگر توبه کردن یعنی گفتن غلط کردیم و پولی زکاتی هم دادن یعنی یه باجی هم بهتون دادن آنگاه از آنها بگذرید چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است به خدا عین آیه قرآن بود بله روابط بسیار حسنه ای رو ایجاد میکنه بین ملل قرآن از این جنس ای آیه پنجم سوره توبه بله اینا همه در قرآنه همش هر چه چرت و پرت و جنایت تو قرآنه قرآن رو بشناسی بله یه دی متاسفانه در خود دنیای اسلام بودند و هستند که تصور میکنند و باور کردند که قرآن برای دلهاس فقط برای کنج معابد است نه آقا قرآن برای تیزی شمشیر است شمشیرها رو تیز کنی حالا چه شمشیری که باش سر میزنید چه شمشیری که تو شورتتونه باهاش تجاوز میکنید چه مردمی که به خاطر این قرآن که بهشون تجاوز نکردید شماها آقا بعد مردم هم برن بفهمن قرآن چیه بشناسن که مثل ما میشاشن بهش مثلا خیلی جالبه همه اونایی که اسلام و قرآن رو قبول دارن اصلا نمیدونن قرآن چند تا سوره داره چقدر آیه داره اینا رو اصلا نمیدونن جناب دولت شاهی سرده بود یو همون داستان تحریم دیگه نشو آقا سوره تحریم یه همچین چیزی گفته پنج تا شش از این بچه از الله اینا نمیشونن تحریم شوخی میکنی آ سوره جدیده جدی میفرمایید اینا کجا در میاریم پس ما فکر, فکر میکنن تحریم چون مثلا بحث تحریم های آمریکا به ایرانه فکر میکنن آقای دولت شاهی داره شون میکنه میگه سوره تحریم نمیدونستن که سوره 66 ام قرآنشون نامش تحریمه یعنی لای قرآن باز نکردن تمام اونایی که اعتقاد دارن به اسلام نخوندن اسلامو تمام آیم که میشاشیم به ورق به ورق قرآن خوندیم اسلامو فرقه اینجاست دیگه ماها کافرهای خانده هستیم شما نخانده های با ایمان هستید داستان اینه ماها ضد اسلام های باسوادی که حداقل دست کم در باب اسلام شما باسوادیم کتاب قرآن رو خوندیم شما هم که نخوندید حداقل ما دو سه دوره من دو سه دوره مجبور بودم که تو سلول های انفرادی و غیر قرآن کامل بخونم انسان ها برای نیازهای شخصیشون ارتباط شخصیشون با خدا بله برای دیگه خود ارزایی شخصیشون بعد با قرآن خیلی ها این کار رو میکنن اطمان دو از زندانی ها تو بند 350 برای راز و نیاز های شخصیشون رفته بودن سمت قرآن و دیگه روی قرآن هم دیگه خودشون رو ارزا کرده بودن آثار جرم هم وزارت اطلاعات گرفته بود <laughs> <تصفح> بچهشون احتمالا اینجور افرادی که رو ورق قرآن خود ارزایی میکنن احتمالا بچهشون میشه قاری قرآن فقط دیگه نفرستیدش میشه سعید توسی بله بفرمایید دیاج به قرآن دارن اسلام پاسخگوی به نیازهای جوامع رو قبول ندارن اسلام سیاسی رو قبول ندارن اسلام سازنده نظام اجتماعی رو قبول ندارن این درست نقطه مقابل اون چیزی که خود قرآن از خود تبیین می‌کند و نقطه مقابل اون چیزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره قرآن توصیف میکنه حالا دو ساعت داره چرت پرت دو ساعت داره چرت میگه شاعر که نه یعنی الان یه آیه نازل شد برای ما که میگه نهنون الشاشیدم فی قرآن نهنون الشاشیدم فی قرآن و قیل الاسلام فیها ها چک و چوکون الخالدون و دوباره شاشیدم این <applause> مثلا میشه میتونه سوره مثلا الشاشیدم آیه اول مثلا این آیه اولش همین یعنی الان نازل شد حالا امیدواریم که آیات بعدن دوباره نازل شد اینجا باز مهم نیست حالا چرت و داری داره میگه که آقا قرآن همه نیازهای بشریتی نه اما یه اعترافی میکنه خامنه ای دقیقه 11 یه اعتراف جالبی کرده امروز یعنی این های دیروزه ببخشید دیروز یه اعتراف جالبی میکنه اینجا گوش کنی قطع و وصل کنید جوی تکرار کنید که معارف قرآن در دلها جایگزین بشه امروز ما به این احتیاج داریم متاسفانه بسیاری در دنیای اسلام با قرآن اونس ندارن این شکایت ببین میگه خیلی در دنیای اسلام با قرآن اونس ندارن چون فطرت آدم ضد قرآنه حالا بهتون میگم یه ناسم خیلی جالبی رسول مکرم به خدای متعال و قال رسول میگه حتی شکایت خود محمد بریه در دوران محمد هم کسی این قرآن و آدم حساب نمیکرده همین الانش هم میگه کسی اینجا خیلی نکته مهمیه گوش کنیم امروز ما به این احتیاج داریم متاسفانه بسیاری در دنیای اسلام با قرآن اونس ندارن خب اعتراف مهمیه شکایت رسول مکرم به خدای متعال و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا این امروز در بسیاری از بخش های دنیای اسلام تحقق دارد و یه واقعیت تلخیص امروز مسئله بزرگ دنیای اسلام مسئله قذر خب، حالا مسئله وایسا خیلی نکته مهمی رو میگه میگه آقا خیلی خیلی ممنون وارتان بابت استیکر ببین اعتراف اعتراف بزرگیه میگه هم در زمان محمد خیلی ها نداشتن با قرآن رابطه یعنی قرآن رو نمیشناختن هم الان خیلی از ما مسلمانان کاری به قرآن نداریم خب دلیلش چیه؟ برای که قرآن خسته کننده قرآن است برای که قرآن چرند است برای که با فطرت انسان در تضاد دست این یه دلیلی که شما به زور باید یک نفر رو تو دنیای اسلام نگه دارید چون قوانین اسلام با فطرت و درون هر انسانی در تضاد دست اینکه شما مثلا بچه رو دیگه ببین این بچه که دیگه چیزی حالیش نیست بچه که هنوز گریز از مرکز رو نمیدونه داستان چیه بچه دو ساله یک سال و نیمه که هنوز آنچنان با گریز از مرکز آشنایی نداره محیط پیرامون خودش رو نمیشناسه که بدونه آقا اگر لبه مبل میشینه امکان داره بیفته درکی از گریز از مرکز نداره تو برای این بچه قرآن بذار ببین چه حالت چی میشه گریه میکنه براش موسیقی بذار بالا میشه غیر میره بچه ای که دیگه یک سال و نیم دو سالشه دیگه این که دیگه چیز نیستش این که دیگه در حقیقت بحث علمی نیستش یا به بحث این نیستش که بدون تو قرآن چی گفتی یا نه واکنش یک بچه ای که از هیچ خبر نداره نسبت به قرآن ناراحتی است نسبت به موسیقی رقص است پس از هر زاویه نگاه کنیم حالا تو مجبوری هی بیای مختشوی کنی فرق سازی کنی که به زور تو مغز پیروان خودت بگی قرآن خیلی چیز خوبیه آقا قرآن چرند است چون چرنده است و در تضاد دست با فطرت انسان تو هی باید مزخرف بگی چیزی که خوب باشه تو نیاز نیست بگی مردم خودشون سمتش میرن مثل اینکه انسان ها به جنس مخالف گرایش دارن تو دیگه نیاز نیست بگی که آقا جنس مخالف برید با جنس مخالف تو بگی یا نگی مردم به سمت جنس مخالف میروند چون <تصفح> جنس مخالف هم دیگه رو جذب میکنن حال این سوال است قرآن اگر چیز درستی باشد و جذب کنه دیگه برعکس دافعه دارد مردم فرار میکنن حالا با جنس مخالف گفتیم فیلم سینمایی موسیقی اینا چیزاییه که مردم جذبش میشن دیگه یعنی قرآن همه فرار میکنن چون با فطرت انسان در تضاد است این از این قضیه حالا میگه به بحث قزه قذر. بحث قزه را مطرح کن آیا ما مشاهده میکنیم که سران کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی به تعلیم قرآن و معرفت قرآنی در باره قزه عمل میکنن خب الان اینکه سران کشورهای اسلامی نه خودت چی؟ تو خود عمل میکنی؟ شما بگو تو این 140 چه روز واقعا چه حرکتی کردی؟ دیگه ما نمیگیم دیگه صدای هواداران خودتون تو منطقه که هیچی در داخل ایران هم در اومده ما مجری همین سینمای اوج رو گذاشتیم دیگه این پسر رضوی دیگه حمله داشت میکرد به نظام آقا ما تو چرا هیچ کاری نمیکنیم این ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم شما چیکار کردید نمیشه که تو تهران بشینی به بقیه هی چیز کنی جوال لوز بزنی یک سوزن به خودت بزن تا حتی جلوی هشتک حریفت منم هم گرفتی حریفت منم رو بگید بخندیم چند میلیون نفر آخر اومدن گفتی 9 میلیون 10 میلیون شدن تا همونجا متوقف شد ادامه چرا نداره این هشتگ حریفت منم انگشتتونم اینجوری میکردید چی شد بازی بازیاتون تو میدون فلسطین چی شد دیگه شما الان ببخشید تا روز 60 بود دیگه چه روزی و چه این و 80 روز 80 روز. روز شما دارید جلوگیری میکنی جریان مذهبی در میدان فلسطین برای مردم غزه تظاهرات برگزار کنه بعد نشستی داری کشورهای دیگر رو نصیحت میکنی؟ شوخی میکنی؟ بفرمایید بفرمایید قرآن به ما میفرماید که لا یتقذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین آیا به این عمل میشه به این آیه درباره باره قزه؟ هم که دوباره مثل کلاغا شده قار قار قرآن خوبه قار <applause> آیا به این عمل میشه به این کافرین اولیا من دون المؤمنین آیا به این عمل میشه به این آیه درباره غزه <applause> 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 وارتان مرسی بابت استیکر یه دونه آیه, آیه بعدی نازل شد از آیه دوم سوره الشاشیدم در این آیه میگه که الوارتان دخول الفاطمه کل لیله تمام شده رفت این یه آیه دیگه است همچنین نازل میشه ببینید قرآن هیچ کس به ماننده قرآن نمیتونه آیه ای نازل کنه ما اینایی که داریم نازل میکنیم نمیدونیم چیه دیگه ولی هیچ کی نمیتونه حالا خود قرآن پفیوزشون تو سوره بقره میگه تمام جن و انس و اینا جمع بشن همه جمع بشن یک سوره به مانند قرآن نمیتونن بیارن اوکی حالا ی خود ورق میزنی سوره فکر میکنم انعام باشه در سوره انعام آیه فکر میکنم 18 باشه بعد اونجا باز میکنی میگه آقا تمام جن و انس جمع بشن ده سوره به مانند قرآن نمیتونن بیارن باشه باشه تو خوبی دوباره یه قول جلوتر میزنی سوره یه هیفده قرآن چیه؟ سوره بهش بنی اسرائیل هم میگن اونجا فکر کنم آیه 96 و میناسی یادم نمیاد ولی تو سوره اسرا رو مطم... سوره ها رو مطمئنم بعد باز میکنی میگه آقا تمام جن و انس جمع بشن کتابی به مانند قرآن نمیتونن بیارن حضرات پوفیوز اسنا حشری به بخش مراجعات و مسئلتم مسئلتم واقعا من سوال دارم بنابر گفته سوره بقره ما سوره ای نمیتونیم بیاریم بنابر گفته سوره انعام ده تا سوره نمیتونیم بیاریم یا بنابر گفته سوره بنی اسرائیل کتابی به مانند قرآن نمیتونیم بیاریم حالا اینکه قرآنت گفته تو پوفیوز شیعه اصناحشری محب حسین شرخره هم پیرو علی کچل کتول بیغیرتی که دختر هفت ساله شده داده به دست عمر تو چی به ما میگی که آیه ای نمیتونیم بیاریم خود قرآنت میگه سوره ده سوره کتاب حالا تو دیگه پات از قرآن و الله هم فراتر گذاشتی به ما میگی آیه ای رو میتونه کسی از بمانند سوره قرآن بیاره حالا بماند دو تا آیه از سوره قرآن هست شده آیات بیستم و بیست و سوره نجم در مورد اون آیات شیطانی دیگه آیات قرانی اونا هم که هست شده حالا اونه که هست شده بعد به ما جواب بدی اگر اینا آیات جعلی بوده حرف شده داستان چی اگه ما خودمون ساختیم و سوره آیه هم میتونیم بیاریم دیگه به هر حال صفر تا صد دارید چرند میگید بردارم کلا این همون وضع چرندیاتتونه حالا همینجوری ما آیه نازل میشه دیگه آیه نازل میکنیم بله چرا سران کشورهای اسلامی علنا مخالفت خودشون قطع رابطه خودشون قطع کمک ها و پشتیبانی های خودشون از کافر مقاتل خبیس سهیونیست اعلام نمی کنن قرآن می فرماید که لا تتقدو عدوی و عدوكم اولیاء آیا به این عمل میشه امروز در دنیا؟ تو عمل میکنی؟ قران میفرماید که اشداء علی الکفار رحما و, و بینهم آیا این شدت عمل خیلی جالبه بازم زد تو خطی که آیا عمل می شود هیچ وقت نمیگه ما عمل کردیم خودم چیکار کرده مثلا در مورد مسئله کشورم همیشه همینه ما گفتیم همیشه میگه ما گفتیم نمیگه ما کردیم ما گفتیم این کار را بکنند هیچ وقت نمیگه که ما این را گفتیم و انجام دادیم همیشه موکول میکنه الان میگه آیا مبارزه با کفار انجام میشود حال سال خودت دا انجام دادی جنگ غزه از چرا تو عقب نشینی کردی و همیشه میخواد بندازه گردن دیگران و خودش رو جاخالی میده یعنی این روش خالی دادنش خیلی جالب اما یه جای اشاره جالبی میکنه حالا اینجا دیگه صحبت‌ها چرت پرته در مورد هماس یه اشاره جالبی میکنه اینجا رو داشته باشیم بله. این مجالس تلاوت ما بایستی نتیجهش و خروجیش اینها باشه البته این مطلب روی دیگری هم داره امروز در داخل قزه و داخل فلسطین نیروهای مقاومت دارن به قرآن عمل میکنن دقیقا راست میگه داره میگه حماس داره به قرآن عمل میکنه امروز اونها دارن به قرآن عمل میکنن مقاومت در داخل قزه در حال ایستادگی در مقابل دشمنه بله در حال سپر انسانی قرار دادن کودکان قزه است داره به قرآن عمل میکنه سپر انسانی قرار دادن کودکان غزه توسط حماس نست سریح قرآنه داره به قرآن عمل میکنه رفتن مردم کشاورز تو مرزای 1948 اسرائیل و کیبوتسا و روستاها رو قتل عام کردن و حتی سگهاشون رو کشتن این به قرآن داره عمل میکنه اینکه وقتی که نقشه میکشی به درست یا غلط با یک دشمنی مبارزه کنی به فکر مردم خودت نباشی و سرنوشت مردم عادی که در دست توستو در نظر نگیری و حمله بکنی یه تعداد اسرائیلی رو بکشی که بعد بدونی اسرائیل هم حالا قدرتش بالاخره میچربد و همونطور که الان واقعیت ها رو داریم میبینیم بعد از چه روز بعد تو به فکر مردم غزه نبوده باشی ولی به فکر خودت بوده باشی در 17 سال 400 کیلومتر برای خودت تونل درست کرده باشی داره به قرآن عمل میکنه اینا اینا چیزای قرآنه این صد از جنایتی که حماس انجام میده بچه های مردم که یه کیسه آرت میخوان وردارن بهشون به سمتشون برای چهار ماه پنج ماه گشنگی که دارن از توسط بالاخره این جنگ دارن میکشن بهشون تیره مستقیم شلی کنی اینا, اینا دستورات قرآنه اینکه سربازان حماس با لباس شخصی خودشون استطار میکنن بین زن و بچه مردم که اسرائیل دشمن خونخوار هستن نتونه تشخیص بده کی مردمه کی سرباز حماسه این دستورات قرآنه دیگه حالا مهم نیست سرباز اسرائیلی حالا به خاطر این کار ما اگر اشتباه کنه شلی که بکنه زن و بچه کشته بشن این مهم نیست اینکه سرباز حماس لای لباس با لباس پوشش لباس زنانه به سمت تانک مرکاوا میره که بخواد مثلا به اون شلیک کنه و غیره و این باعث میشه که سرباز اسرائیلی اگه کسی لباس زنون پوشیده مطمئن نباشد از دور اون زن است یا سرباز حماس است و باید تصمیم بگیره شلیک بکند یا نکند و اگر شلیک کند اون زن کشته بشود این مهم نیست مهم اینه که حماس به دستورات قرآن داره عمل میکنه بله شما درست میگید اینا همش دستورات قرآن واقعا بله بفرمایید اذن لِلَّذِينَ یقاتلون به ظُلِمُوا ظلمو و ان الله على نصرهم لقدیر خدای متعال ان شاء الله نصرت هم خواهد داد به اونها انگشت وسط بنا داد تا انگشتر خودم را به آنها خواهد داد بعد سراغ تو هم خواهد آمد آره قطعا قطعاً هم شکست میخوره خدای تو هم هیچ گوهی نمیتونه بخوره میبینی دیگه البته از این قطعا میگفتید قط قطعا جنگ به زودی تموم میشه قطعا آتش بس میشه قطعا اسرائیل وارد خاک غزه نمیشه الان داره برنامه بعد از حماسشو میچینه <laughs> یا اسلام امروز برای غزه عزادار است هره. مردم غزه مورد ظلم کسانی قرار ها. گرفته به اسم حماس مورد ظلمی توسط کسانی که بهشون میگن حماس و خود این آقای لوات نشان مردم غزه قرار گرفتن چون حضرات نقشه کشیدن که یک طرفه حمله کنن به اسرائیل و مردم غزه که وضعیت اقتصادیشون داشت بهبود پیدا میکرد را در نظر نگیرن مطمئنا مردم غزه در ظلم و ستمن توسط کی توسط حماس همونطور که خود مردم غزه امروز شعار دادن دیگه ما گذاشتیم شعارشو شعار دادن حمایت کردن از ارتش اسرائیل و گفتن و حماس رو بزن این شعارهای امروز در نوار غزه است آره خود مردم غزه زبان دارن شما آقای لوات نشان در کیلومترها دورتر سه چهار هزار کیلومتر دورتر در تهران نمیخواد که شکرشون رو بخوری مرسی وارتانایز که بوی از انسانیت نبرده و تو بوی از انسانیت بردی که هزار تا چشم در در جنبش تن زندگی آزادی دخترای دست گل پسرای دست گل ما رو به خاطر حق پوشششون قتل عام کردی به خاطر محدودیت آزادی های مدنی و غیره و اینا 8 میلیون از ما رو در خارج از کشور فرستادی وضعیت اقتصادی مملکت هم به اونجا رسونی هنر میخواست یعنی ایرانی که چهار فصله با اون همه معادن و با اون همه نعمت های سرزمینی به اینجا برسونی یا داغ واقعا چی هنر میخواست که ارز مملکت رو از پول افغانستان و عراق هم پایین تر بیاری دو تا کشور جنگ زده ببین از همین نظر نگاه کنین میگن آقا ما اومدیم تمام کشورهای همسایمون مورد جنگ شدن الا ما اوکی کشورای جنگ زدت که الان پولشون قوی تر از ماست <applause> فرق نزنید الموت که شما دارید الموت میشید بزرگترین وظیفه خاک تو سر دیگه شعاراشون هم داره عربی میشه بعد دیروز سر نیکا شا کرد این چرا فونتش عربیه ما تو دستگاهی اداریمون فونت عربی نداریم پف همه چیز شما عربیه حمایت از اون مردم مظلوم و حمایت از مقاومت شجاعانه و فداکارانه نیروهای مقاومت است در غزه و در فلسطین و همه ای کسانی که از اکناف و اطراف دنیای اسلام اونها رو کمک می کنند مردم فلسطین مظلومن بله دنیا امروز نه فقط دنیای اسلام بلکه آزادگان غیر مسلمان هم برای مردم مظلوم غزه امروز ازا دارند بعد تو همه منتقدین هم منتقدی تو زندان ایرانن؟ اما همین مردم مقاومت فلسطین رو تحسین میکنن تمجید میکنن ما آزادگان منظورش یه تعداد چپول در اروپا و عرب زبان و عرب هایی که بالاخره از اون کشور رو اومدن و اسلام گرا هستن در اروپا که همشون یه شما تو من یه سال جدی دارم بچه‌ای که تو اروپا زندگی میکنید مگه چپا حامی حقوق کارگر نیستن اصلا این نیستن اوکی کدوم چپی کارگره در اروپا که مدافع حقوق کارگره این سال جدی دارم میپرسم تمام چپا که خودشون رو زدن به مریضی دیگه همین حتی این ملا علیز برادر خوش زده به مریضی سوسیال میگیره میدونستید کار نمیکنه کار شیه <تصفح> تمام چپا در اروپا خیلی جالب بود تو سوئد هم این قضیه بود آقا همه اونجا چون ببین شما مثلا سوئد یا مثلا شهرهایی به مانند کلن آلمان اینجا تجمعات چپگرا هست دیگه خیلی ممنون پاندایی عزیز تمام این چپگرا کدومتون کارگرید کدومتون کار همتون خودتون مثل او ایرج مستاقی زدید به علیلی و مریضی و غیره پول مفت دارید میگیرید در دولت یه پولی در ما پرت میکنن جلوشون در 1200 یورو با اون زندگی میکنن مثلا ایرج مساقی که تازه رفته دوندگی کرده با حقوقی به مانند مایی 1400 یورو میشه 14000 هزار کرون اونم توی یه منطقه چیزی به اسم آکالا که میگه در منطقهش بیشتر صحبت نکنن بچه که تو من میدونن چی میگن <laughs> خب تمام شما چپام که یعنی هیچ کدومه حالا آقای خامنهای میگه مردم آزاد کن عزیزم یه تعداد سربار جامعه در دنیای غرب که کار نمیکنن خودشون رو زدن به علیلی و مریضی و اینجور چیزا و دارن پول مالیات افرادی به مانند من که در سال کلی مالیات میدیم به دول غربی رو میدوشن یه پول بخور میگیرن حالا اونجوری دوست دارن زندگی کنن یه پول بخور میگیرن زندگیشون رو جلو میبرن اون بخش دیگه هم که اسلامگران یعنی اصلا هیچ تو جوامع غربی هم جایگاهشون مشخصه دیگه چیان کدوم مردم در دفاع کردن از اسرائیل اصلا مردم آدم حساب نمیکنن میگم اسرائیل مردم اصلا دفاع نمیکنن از فلسطین و اینجور. آدم حساب نمیکنن از اسرائیل هم دفاع نمیکنن مردم در دنیای غرب دارن زندگیشونو میکنن واقعیت اینه حالا میخواد بگه که مردم دنیا دفاع کردن از فلسطین کدوم مردم سوسیال بگیرای چپ یا اسلامگرایی که تازه مهاجر مهاجران اسلامگرا این هم برای ما روشن کن امیدواریم امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمیشه در همین آیه شریفه فرمود و ان الله على نصرهم لقدیر در آیه دیگه فرمود و لینصرن الله من ینتره. این تأکید الهی است نصرت الهی ان شاء الله نصرت منظور نصرت خانم از این حوریای بهشتیه کدوم نصرت شامل حال مردم فلسطین خواهد بود خواهد بود خواهد و دنیای اسلام به لطف الهی نابودی ق... دنیای اسلام به لطف مردم آگاه نابود خواهد شد تو این شک نکن قده سرطانی سهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد آره یه بالا برو پایین الله ها از خر برو با جلو خصوص وظیفه سران کشورهای اسلامی رو سنگین میکنه باعثی همه تلاش کنند مهمترین کار امروز این است که پشتیبانی ها از رژیم غاصب و صهیونیست قطع بشود <applause> چقدر هم گوش کردن به حرفت ها بحرین و امارات و عربستان و اردن و ترکیه خیلی به حرفات گوش میکنن پشتیبانی های اقتصادی رو قطع کردن به اسرائیل چون حساب میرن چون ولی امر مسلمینی مردم قصد مردم فلسطین مقاومت فلسطین به هر نحو ممکن پشتیبانی بشوند و کمک بشوند امیدواریم ان <applause> همه ما رو خدای متعال در نورا بله همش هم یه خداوند اینو گفت خداوند اونو گفت و به هر اینم فضای فکری ایشونه و حالا که گفت خداوند اینا یه برنامه امشب هم ببندیم ولی برای نوروز بر خودمون آماده کنیم و خداوند همین الان به ما یه آیه دیگری نازل کرد آیه نازل کرد برای کمپین نوروز و میشه آیه سوم الشاشیدن به قرآن سوره است اولی سوره اولین قر... سوره ماست اولین سوره کتاب آسمانی ماست همین الان آیه نازل شد احیا 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 الصدقا الاوزا در حقیقت سوف و نهی و ندمر ندمر الاسلام ندمر الاسلام و الشیعه ف فی فی ایدل نوروز داره میاد من بعد بر... ندارم جبریل داره برام چیز میکنه داره میاد احیا الصدقا الازا سوف و نحیون الاسلام و الشیع فی ایدل نوروز قدیم قدیم حتی یک فی التاریخ یعنی چی یعنی یاران گرامی یاران بچهای رو دستی همه رو دستیا دستا بالا یاران گرامی حتی رو دستا نیورده تو این آیه من اینجا چی تو ترجمه خودم آوردم یاران گرامی چنانچه که اسلام و شیعیان را در نوروز در نوروز باستانی چنان ما این اسلام و شیعه را در نوروز باستانی تحقیر میکنیم و نابود خواهیم کرد که در تاریخ نوشته شود بله این هم همین یعنی الان خداوند فرمودن و نازل شد و گفتیم که خودمون آماده کنیم برای قرآن زدایی از صفرهای هفتین دیگه نازل میشه دیگه همینجوری آیات نازل میشه و دهنتون سرویزه ببین هیچ کسی هم مثل اسلام و قرآن نمیتونه آیه نازل کنه ولی برای ما میاد دیگه همینجوری بالاخره میدونی باید وصل باشی الله و مسلا دانا و آل دانا و وقتی که هم مثلا چیزه میخواد که کتاب که داره بر من نازل میشه یا برنامه رو دست رو قبل از که ببینید این ببر وضو بگیرید وضو <applause> بگیری و همین الان خداوند مثلا مثل داستان چیل بود سوره روم که مثلا میاد مثلا محمد پیش بینی میکنه همین الان به ما پرسیدن آقا جنگ غزه چه اتفاقی خواهد همین الان پیش بینی میکنی آقا دا ماه سپتامبر حماس نابود میشود این هم پیش بینی از معجزات ما پیش بینی و به هر حال الله مثلا دانا و حال دانا همه رودسیا قبل از برنامه رودست وضو بگیرید نیتتون رو پاک کنید قبل از دیدن برنامه بگید ما میخوایم 120 دقیقه برنامه رو دست نگاه کنیم قربتن ال... قربتن ال دانا قربتن ال دانا همینجوری قربتن ال... الله هم نگید دیگه قربتن ال دانا نیت کنید قبلش بعد شما نیت کنید که آقا 120 دقیقه ما شبا میخوایم برنامه رو دست ببینیم قربتن دانا در حال اینم از داستان ما آخر برنامه و دمتون گرم زنده باشید تلاش میکنم که یه مقدار شوخی موخی هم توی داستان داشته باشیم که برنامه خیلی اذیت کننده نباشه بخش اول در مورد اسرائیل توضیح داریم مسئله چیه طرح آقای نتانیاهو را توضیح دادیم در بخش دوم هم یه نگاه کوتاهی کردیم به مسئله واشنگتن تایمزی که مطرح کرده بود در مورد بمب اتم و خوندیم ببینیم وضعیت چیه بخش سوم هم که با لواط نشان یه مقدار گفتیم سر به سرش بزنیم صحبت قرآن بود و اینا در آخر بحث قرآن میشه ما یه انسی با قرآن داریم دیدم ایشون صحبت انس و قرآن میکنه با, با انسمون هم خیلی زیاده در حدی که اصلا دیگه با خود قرآن میریم توی توالت میریم تو حموم میشاشیم بهش تا این حد اون اونسه چون بقیه قرآن رو فقط تو کتابخونه دارن تهش میارن مثلا روی میز میذارن میخونن ما حتی رو میزم میبریم تو توالت یعنی همه جا قرآن با ماست یعنی قرآن از ما جدا نخواهد شد به هر حال دیگه دنیا عوض شد دیگه قاره هر نداریم دیگه تو اتاق استدیو دیگه جبرئیل هم دیگه میدونی فضیعت دیگه چی شده جبرئیل هم رفت خونه خالش ما خودمون ارتباطمون مستقیمه با خدا آره قربونتون برم شب و روزگار خوش دمتون گرم حالا تا فردا شب ببینیم اگه فردا شب باشیم نباشیم چون یه مقدار فشار برنامه زیاد شده یه مقدار استراحت هم بکنم بعد نیست حالا اگر موضوع جدی بود حتما فردا شب هستم و برنامه خواهیم داشتینا ولی تا جا هم نباشم چون خود برنامه زیاد شده میخوام تو هفته یکی دو شب و کمش بکنم یه دو سه شب و استراحت کنم اینا یه خود اجرای زیاد فشارم رو میاده دمتون گرم پاینده ایران و سپاسگزار پارسا از چیستای عزیزم از محسن از جناب دولتچی خیلی ممنون دم همگی گم و مخاطبان عزیز جناب وارتان بانو پاندایی عزیزانی که استیکر گرفتن آقای شابی آقای مهتی و جناب حمید که هر شب دارن شرمنده میکنن پنج تا از بچه ها رو عضو یوتیوب رو دست میکنن خواهشان اگه در خارج از کشور هستید عضو یوتیوب رو دست بشید پاینده باشید و بدرود